سلام، تو این ویدیو با هم دیگه قطعه گل یخ از کوروش یغمایی رو کار میکنیم. این قطعه میتونه واسه نوازنده گیتار خیلی جذاب باشه، به خاطر اینکه هم شما یه بخش اینترو دارین که با یه گیتار میتونید خیلی خوب اون رو اجرا کنید، و همین که تو بخش آواز یه سری جمله هایی توی جواب آواز میاد که اجرا رو جذاب تر میکنه. خب من تو مرحله اول آکورد ها رو آموزش میدم، بعد بخش اینترو رو با هم کار میکنیم و در نهایت بخش آواز و جواب آواز ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب تو مرحله اول آکورد ها رو بررسی کنیم. آکورد ها لا مینور، می ماژور، ری مینور، فا ماژور، سول ماژور و سی بمول ماژور. خب لا مینور رو که همه بلدن، انگشت یک سیم دو فرت یک، انگشت دو سیم چهار فرت دو و انگشت سه سیم سه فرت دو. حالا اگه همین فرم رو یه پله همه سیم ها رو بیاریم بالا میشه می ماژور. اگر این شکل رو با این سه تا انگشت بگیریم و یه فرت بیاریم پایین و باره بگیریم میشه فا ماژور. اگر همین فرم رو دو فرت پایین تر بگیریم میشه سول ماژور. و اگر همین فرم رو فرت 6 بگیریم میشه سی بمول ماژور. البته آکورد ری مینور هم که نوتاش هست ر و فا و لا. پس لا مینور، می ماژور، فا ماژور، سول ماژور، سی بمول ماژور و ری مینور. خب تو مرحله بعدی اینترو قطعه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. همونطور که میبینید میزان نوامون 4-4 هست و ما تو میزان اول 6 تا دونه نوت می داریم که الگوشون هست چنگ سیاه، چنگ سیاه، چنگ چنگ، که اگه بخوایم این رو اجرا کنیم از لحاظ ریتمیک به این شکل میشه دو 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 دو. یه بار دیگه میگم دو 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 دو. اوکی، وقتی تونستیم این ریتم رو خوب در بیاریم، حالا روی گیتار میزنیم. روی گیتار همش نوتای می هستن نوتامون دیگه، یعنی میشه همش سیم اول آزاد. با همین آسونی. وقتی این رو یاد گرفتیم توی ادامه میزان سوم دو ضرب سکوت داریم و بعد میزنه ر دو سی، ر دو سی، و بعد نوت بعدیمون لاه، و بعد میزنه لا سول لا، دو تا چنگ یه دونه سیاه، و بعد سول می می می، که باز ریتم میزان آخرمون هستش دو 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 دو. یه رو دیگه میگم دو 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 دو. حالا میزنه سول می می می. خب حالا یک بار اینترو رو کامل اجرا کنم. خب حالا برای اینکه اینترومون جذاب تر بشه، ما میتونیم آکورد هایی که توی بکگراند هستش رو به این ملودی اضافه کنیم. برای این کار کافیه که ما تو میزان اول لامینور رو بگیریم و به جای زدن نوت های تکی یه حالتی استرامینگ کنیم به این شکل، یعنی همون ریتم رو به جای اینکه نوت تکی بزنیم رو آکورد لامینور، همه ی سیم ها رو، یعنی حداقل 3 الی 4 تا از سیم ها رو با این سیستم میزنیم. اوکی، میزان اول دوم پس این میشه. تو میزان سوم آکوردی که باید بگیریم تو ابتدای میزان سول ماژور، من سول ماژور رو میگیرم، دو ضرب ثبت میکنم و بعد ملودی رو میزنم ر دو سی. بعد میرم رو آکورد بعدیم دوباره لا مینوره، دو ضرب وامیستم لا سول لا، و بعد آکورد بعدی می مینوره. من حداقل آکومپانیمانی که میتونم اینجا استفاده کنم اینه که توی شروع های میزان ها به جای اینکه نوت رو بزنم آکورد رو بزنم. حالا اگه بخوام کامل ترش کنم و هیجانی ترش کنم، میتونم جاهای خالی هم ریتم بزنم.
خب حالا ریتم اون به چه شکل اجرا میشه؟ اونجایی که میزان نهایی 4/4 هستش، ما میتونیم یه ریتم 4/4 روی این قطعه اجرا کنیم و البته تو خود آهنگ اصلی ریتمی که اجرا میشه به این شکله: یه دونه ضربه روی باز، سه تا ضربه روی تریپ ها، چه یک دو سه چار، یک دو سه چار. حالا بعضی جاها میشه برای ایجاد تنوع ریتم رو عوض کرد و به این شکل زن، میشه همون الگویی که توی میزان اول خط ملودی اجرا میکرد. پس میتونه ریتم به این شکل باشه. خب بریم سراغ آموزش بخش آواز. من کاپو رو بار دو بستم چون صدام اینجا راحت تر. شما میتونید بدون کاپو اجرا کنید یا اینکه کاپو رو حتی پایین تر بیارید، بسته به اینکه چقدر دوست دارید که نوت ها بالاتر اجرا بشه یا پایین تر اجرا بشه. توی بخش اول اونجا که غمین رو چشمون قشنگت رو میگه، ما از ضرب سوم شروع میکنیم به خوندن، یعنی میگیم یک دو و رو سه شروع میکنیم خوندن. یک دو غمیونه دو تا چشمون قشنگت، روی هجای مون ما عوضش میکنیم روی آکورد سول ماژور. غمیونه دو تا چشمون قشنگت. حالا اینجا همونطور که نوتو میبینید، دو ضرب اول آکورد سول ماژور میره تو میزان بعدی، رو ضرب سوم ما میزنیم می فا می ره می فا، که اون سه تا نوت می فا می به صورت تریوله اجرا میشن، یعنی میشه یک دو سه یک و یک دو سه یک و. حالا میشه و من آخرین نوت رو یعنی فا رو به جاش آکورد ره مینور رو میزنم که همون صدای فا هم توش هست، پس میشه یک دو می فا می ره می فا. پس ابتدا به این شکل شد. غمیونه دو تا چشمون قشنگت، لونه کرده لونه کرده، از ضرب سوم آکورد ره مینور بعضی که فا رو زدیم، لونه کرده روی د میره رو آکورد لا مینور. بخش بعدیمونم اونجا که میگه شب تو موهای سیاهت، هم به همین شکل آکوردا یکسانه، فقط ما شعرمون عوض شده. شب تو موهای سیاهت، فقط اینجا همونطور که میبینید نوتمون به جای اینکه تریپلت باشه دوتایی شده، می فا ره می فا، می فا ره می فا. اوکی؟ تا اینکه وارد بخش بعدی بشیم اونجا که میگه دو تا چشمون سیاهت. قبل از اینکه وارد این بخش بشیم یه پسج باز میزنه، یه جواب آواز میزنه به این شکل: لا سی لا سول دیز لا. اوکی؟ لا سی لا سول لا، میشه یک دو سه، سی لا سول لا، سی سی میفته سر ضرب آکورد بعدیمون، پس میزنه یک دو پس این شکلی میشه. و دیگه ما می ماژور رو شروع میکنیم، بازم از ضرب سوم آوازمون شروع میشه. دو تا چشمون سیاهت، بعد یه جواب دیگه میده به این شکل: فا لا فا می ره دو ره، فا لا فا می ره دو ره، که نوتش هست مشخصه، میزنیم یک و دو و سه و چار و یک، یک و دو و سه و چار و یک. اوکی، پس این بخش به این شکل شد. دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، دوباره همون آکورد است و همون ملودی، فقط شعر عوض شده. سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه. تو بخش بعدی اونجا که میگه وقتی بغض از موجه هم پای میاد، آکوردامون میشه لا مینور می مینور لا مینور، و بازم از ضرب سه شروع میکنیم. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد،
حالا جوابی که اینجا میده به این شکله: دوره دولا، دوره دولا، که به صورت لگاتو میزنیمش، یعنی یه همران یه پولاف. اوکی، پس این شکلی شد. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد و بلا فاصله با این انگشت وصلش میکنم به آکورد سی بمول ماژور، این شکلی میشه. بارون میشه و بعد من لامینور رو به جای اینکه سر دسته بگیرم اومدم دارم توی باره میگیرم، هیچ فرقی نمیکنه، همه دیگه آکورد لامینور رو بلد هستن دیگه. اگه کاپو نداشته باشی میشه باره پنج، ما شکل می مینور رو با باره بگیریم میشه آکورد لامینور. پس این بخش اینجوری شد. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه تیل غم آبادیمو ویرونه کرده. دوباره تکرار میشه. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتا چشمام بارونه شبونه کرده. پس لا مینور می مینور لا مینور، بعد میاد رو سی بمول ماژور، لا مینور، سول ماژور، فا ماژور، می ماژور. خب قبل از اینکه وارد بخش پایانی بشیم باز یه جواب داریم که ملودیش هست سول دیز لا سی لا سول لا سی، که اگه رو ضرب بخوایم بزنیم به این شکل میشه. اوکی، پس اینو میزنیم و وارد بخش بعدی میشیم. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده. اوکی، تو این بخش وقتی میگه بهار از دستای من پر زد و رفت، بهار از دستای من تو می ماژور، پر زد و رفت فا ماژور، اونجا که میگه گل یخ سول ماژور، توی دلم فا ماژور و جوونه کرده می ماژور. یه بار دیگه میرم. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمونه کرده. خب توی بخش پایانی اونجا که میگه چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته دیگه، آکوردامون میشه لا مینور، بعد فا ماژور، بعد ر مینور، بعد می ماژور و بعد سول ماژور، بعد فا ماژور و بعد می ماژور. به این شکل میشه. چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوون کرده، چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. خب یه بار من قطعه رو براتون اجرا میکنم. چشمون قشنگت لونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دوتا چشمون سیاهت شب های منه
سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از مژه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم آبادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتا چشمام بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، شکوفه توی این زمونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه.